سلام به خیابان این هفته خوش آمدید. امروز پنج شنبه 15 فروردین 98 مصادف هست با سوم آپریل 2019. من شیرین شمس هستم به همراه کیان آذر در استودیوی پخش مستقیم و همچنین مصطفی صابر در ونکوور کانادا. این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما بینندگان گرامی میکنیم. فکر میکنم تاریخ 4 آپریل بود، درسته؟ 4 آوریل هستش. بله. شیرین جان، مصادف با 15 فروردین سلام میکنم بینندگان عزیز. امیدوارم که آماده باشن که 37 برنامه خیابان رو پیش ببریم. خب دور از ذهن نیست که ما موضوع اولمون رو اختصاص بدیم به فاجعه سیل، که در واقع میشه گفت بخشای زیادی از ایران رو در بر گرفته. فاجعه‌ای که به گفته آماری که از طریق وبسایت‌های وابسته به حکومت منتشر شده ده‌ها کشته داشته، صدها زخمی، خسارات بسیار بسیار زیادی از نظر مالی، از نظر زمین‌های کشاورزی و همچنین دام و طیور، و خیلی ابعاد فاجعه انقدر وسیع هست که حالا دیگه وبسایت‌های حکومتی یه چیزی رو اعلام می‌کنن، ولی خب ما همیشه معتقدیم اون چیزی که اعلام می‌کنن خیلی کمتر از اون فاجعه‌ای هست که در واقع در جامعه اتفاق افتاده. اما خب حاشیه‌های بسیار بسیار زیادی داره این فاجعه، از مردمی که الان نیازمند در واقع ابتدایی ترین مواردی هستن، از پوشاک و غذا و دارو و خیلی موارد دیگه، تا برسیم به اعتراضی تر شدن روحیه مردم در اقصی نقاط ایران به خصوص در مناطق سیل زده، درگیری هایی که بین نیروهای سپاه و حتی مردم بوده در برخی منطقه مناطق، و اختلافات بین صفوف نظام جمهوری اسلامی. اینها حاشیه های در واقع این فاجعه هست و مواردی که ما در امروز در اون به اون خواهیم پرداخت. یک مهمان برنامه هم داریم که بعد از اینکه بحث رو باز میکنیم با ما همراه میشن و گزارشی میدن از منطقه سیل زده لرستان. چون اما اگر موافق باشی سه قسمت بپردازیم تو این وقتی که مثلا حدود 15 تا 20 دقیقه بخوایم به این موضوع بپردازیم. 15 دقیقه دیگه آخرین وضعیت به هر ترتیب این سیلی که اومده چی هست تو مناطق مختلف کشور، یکی واکنش و اعتراض مردم هست نسبت به عدم رسیدگی، و یکی هم برخورد جمهوری اسلامی با این مسئله باشه، اگر موافق باشی توی این سه حوزه بپردازیم. بله حتما. من در رابطه با اینکه چه حاشیه هایی داشته این فاجعه همینا رو گفتم، حالا تو ترتیبش رو گفتی، میتونیم از خود تو شروع بکنیم. آخرین وضعیت منطقه سیل زده، مناطق سیل زده رو میتونی تو به بینندگان این برنامه توضیح بدی. نکته ای که هست اینه که خب شروع سیل از استان گلستان بود و بیشتر مناطق مثلا شمال کشور و تا حدی شمال رو به شمال شرق رو به اصطلاح پوشش میداد این مسئله، این فاجعه که اونجا اتفاق افتاد بود. ولی هرچه جلوتر اومدیم توی این دو هفته به مناطق غربی کشور و جنوب غربی کشور کشیده شد، با توجه به اصطلاح منطقه های کوهستانی که وجود داره توی بقیه مناطق، و به هر ترتیب روندی که این سیل ها و سدسازی هایی هم که انجام گرفته توی این مناطق هستن، منجر شده بود که استان های لرستان و خوزستان الان مرکز به هر ترتیب عمق فاجعه‌ای باشن که داره اتفاق افتاده و داره پیش برده میشه. یعنی ما از استان به اصطلاح گلستان که بگیریم که بعد به استان فارس اومد و شیراز، خیلی این به اصطلاح عمیق بود فاجعه، بعدش به لرستان و خوزستان کشیده شد. الان بیشتر اخباری که داره میرسه مبنی بر این هستش که توی استان لرستان و در استان خوزستان وضعیت بسیار وخیمه، و حالا قسمتایی که به هر حال برخورد جمهوری اسلامی چی بوده توی این مناطق یا جاهای دیگه اون سر جای خودش، یا واکنش مردم چی بوده، ولی به هر ترتیب مسئله‌ای که وجود داره دو تا خطر رو گفتن. اولا که زیرساخت‌ها به کلی نابود شده، آسیب های جدی دیدن، و نکته بعدی اینه که هیچ گونه به اصطلاح اقدامی صورت نگرفته برای اینکه وقتی همچین اتفاقی میفته و الان مردم توی بی خانمان شدن، غذایی ندارن. یعنی یک مسئله غذا بسیار بغرنجه، یکی مسائلی مربوط به بهداشت مردم خیلی بغرنج هستش و توی موقعیتی قرار داره که به اصطلاح خطر جانی تهدید میکنه افراد اون منطقه رو،
و نکاتی هم که به اصطلاح اطلاع رسانی شده این هستش که مواد غذایی، پتو، ملافه و چیزایی که برای گرم به اصطلاح گرم شدن انسان‌ها باشه، مواد سوختی که بتونه گرم کنه اونها رو نیاز هست، و در ادامهش مسائلی که مربوط به هر ترتیب مربوط به بهداشت و این جور چیزا هستش با گفتن که بسیار نیاز هستش. این میتونم بگم خیلی خلاصه آخرین خبرهایی هست که مربوط به وضعیت سیل. حالا اگر موافقید در رابطه با واکنش مردم توضیحاتی بده که چطور بوده توی این هفته؟ به نظر من واکنش مردم خیلی اعتراضی بوده. یک بخشش خود مردمی بودن که به در واقع کمک افراد سیل زده شتافتن و حتی جلوتر از خود دولت، ارگانهای وابسته و ارگانهایی که زیرفت بودن، مسئول بودن در این زمینه، فعالان، جمعهای دانشجویی و کمکهای مردمی در واقع قبل تر رسید به اون مناطق بود و اصلا بحث اداره شورایی دوباره اومد وسط که مردم خودشون اگر که اداره امور رو به دست بگیرن خیلی بهتر از جمهوری اسلامی میتونن مدیریت بحران بکنن که تمام امکانات و ثروت‌ها و منابع رو در اختیار داره، و به نقش هیچ جمهوری اسلامی در این وضعیت اشاره کردن. اما مردمی هم که در اون منطقه دچار سیل شدن که بهشون میگن حالا مثلا سیل زده یا آسیب دیده، روحیه اعتراضی خیلی بالایی دارن که اینو میشه تو مراجعه یک سردار سپاه دید که میاد میگه که ما جرأت نداریم حتی به اون مناطق ها بذاریم. حتی محسن رضایی به یک منطقه سیل زده رفته بود، میگن که با سنگ ازش پذیرایی شده که شما اصلا اینجا چه کاره هستی. روحیه اعتراضی مردم خیلی بالا هست. به علاوه این توی فیلمایی که تهیه میشه از مناطق سیل زده، خب اعلام میکنن، رو به مردم هم اعلام میکنن، یعنی حتی به درجه ای رسیدن مردم توی اون مناطق که واقعا دیگه قطع امید کردن از جمهوری اسلامی، رو با مردم سخن میگن، صحبت میکنن که به کمک ما بیاییم، ما اینو لازم داریم، اینو لازم داریم، اینو لازم داریم، و بازم معلوم میشه اصلا جمهوری اسلامی اینجا هیچ کار است. و خیلی جالبه که حتی دیگه علناً این رو جلوی دوربین‌ها اعلام می‌کنن که نه امیدی به جمهوری اسلامی هست، نه امیدی به کابینه دولتش هست، تا الان مسئولین هیچ کاری نکردن و اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف نشون میدن، که اتفاقاً ما یک گزارش هم در این زمینه آماده کردیم که حالا فکر می‌کنم اگر مصطفی هم نظرش رو بگه بعد می‌تونیم گزارش رو ببینیم. حتماً توی این دو حیطه هم مصطفی جان اگر که تو نکته ای داری، یکی در رابطه با خب وضعیت سیل رو من سعی کردم توضیح بدم که چه شرایطی وجود داره، در رابطه با واکنش مردم و به هر ترتیب موقعیتی که مردم الان داخلش هستن، واکنشی که دارن نشون میدن، نکته ای اگر داری میتونی الان بهش اشاره بکنی. من نکته عمومی رو میخوام بگم، اونم اینه که امیدوارم صدام باشه. اوکی. بله. نکته اونی اینه که واقعا سیل نشون داد که فاجعه اصلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامیه و مردم اینو به اینو دیدن، یعنی سیل این همه مصیبت و بدبختی داشت، این مسئله رو خیلی واضح جلوی جامعه گذاشت که مصیبت اصلی، فاجعه اصلی که حاکم بر ایران خود جمهوری اسلامیه، و الان هم کاملا رو در روی بین مردم و جمهوری اسلامی یه ابعاد دیگه‌ای به خودش گرفته. من فکر می‌کنم موضوع سیل فقط یک فاجعه طبیعی و اجتماعی و اینکه مردم خیلی از جان و مالشون رو از دست دادن و الان یه دهی همونطور که شما گفتید حتی نون ندارن بخورن یا غذا نیست یا امکانات اولیه زندگی اصلا از بین رفته، علاوه بر این جنبه جامعه رو مقابل این وضعیت قرار داد که باید با جمهوری اسلامی تصفیه حساب کرد و تصفیه حساب نهایی کرد، باید این مسبب اصلی تمام این فجایع که رژیم جمهوری اسلامی باشه این اثر را کنار برد. به نظر من این فاکتور اصلیه که بعد الان توی این قضایا روش دست گذاشت. برخورد مردم هم به نظر من تو همین جهت تو همین چارچوب بوده و الان داریم می‌بینیم که جمهوری اسلامی واسه مقابله با این وضعیت دیگه ارگان‌های مثل نیروی انتظامی و اینا کفایت نمیده. الان سپاه و ارتش رو آورده به میدون
این سپاه و ارتش آورده به میدون نه برای اینکه به مردم کمک کنن یا مثلا فرض کن آدم ها رو نجات بدن از سیل و اینا، اینجوری نیست. اینا اساسا به این خاطر آوردن به میدون که به مردم بگن که ما میزنیم اگر شما اعتراض بکنید، اگر شما مقابله کنید. و الان تقابل بین مردم و حکومت در سر قضیه سیل وارد یه فاز جدید شده که من فکر میکنم این فاز با پایان سیل هم بالاخره امیدوارم پایانی باشه به این مصیبت بلافاصله که مردم دارن، ولی پایانی در مصیبت جمهوری اسلامی نیست، بلکه به نظر من آغازی واسه یک مرحله جدید از مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی. من فکر میکنم که سرنگونی طلبی و مبارزه واسه سرنگونی جمهوری اسلامی ابعاد بی سابقه ای پیدا خواهد کرد در هفته ها و ماه های که در پیش رو داره. خب شیرین جان اگه موافقی بریم یک گزارشی از میان هزاران گزارشی که منتشر شده ببینیم که همین مسئله رو داره مثلا بیان میکنه و بعد برگردیم با همراهمون که از ایران هست و در همین کمک رسانه ها حضور داشته صحبتی داشته باشیم. حضور نداره مثلا پشت میمونه اینجا هیچی برامو نمونه نداشتم به خدا کاشوقی بر نداشتم، همینا که تنم از لباسم ندارم، الان گله بودن دور میکنن شستم تنم کردم. یه مسئولی بیاد پایین حق این چادر رو تقسیم کنه بین مردم، این از بالا بندازه پایین، یکی بیاد تمام داشته باشه، این همه نداشته باشه. گوسفند که نیست در گور برود برم آدم هم از بالا میندازه پایین قربمون بگیم آقا حسن آبوش خیلی عزیزم قربان شما، خوش اومدی به مناطق ما. ما ببخشید پذیرایی نداریم، ولی یه چیزی که تو رسانه‌های خبری تبلیغ میکنن همش دروغه، چیزی نیست که حقیقت داشته باشه. مردم الان فقط جونشون رو نجات دادن، اینا در میان آقای معاون رئیس جمهور در اومده گفته اینا 30 تومن بدن، همه اینا دروغه. چیزی به اسم حقیقت از جمهوری اسلامی نمیشه برداشت کرد، یعنی ندارن، ثابت نکردن توی 40 سال. اما اگه واقعا آقایان خیری هست میتونن به خانواده ضعیفی که خوبانه کمک کنن ما ممنون. از جمهوری اسلامی و سیستم و کابینه جمهوری اسلامی هیچ گونه کمکی به این ملت نرسیده نه هم میرسه. فداد بشم قربانش. غیر از دروغ چیزی نمیگن به بله. واقعا توی این ویدیو هم گفته میشه که حتی کمک هایی هم که میرسه از طرف دولت چقدر تحقیرآمیز هست. تو همین گزارش دارم میگن مثلا چادرها رو از بالای کوه پرت میکنن و حتی نمیرسونن به دست کسایی که احتیاج دارن، و هر کسی زورش میرسه میتونه چادر رو برداره، هر کسی زورش نمیرسه نمیتونه، بعد اصلا به تعداد نیستش. اگه به فرض مثال 20 تا خانواده احتیاج دارن ممکنه 10 تا چادر برسه، که واقعا وضعیت رو نشون میده چقدر وخیم هست و چقدر دردناک. واقعا مردمی که حالا توی اون سرما هم دارن اونطور زندگی میکنن، کفش ندارن، لباس ندارن، جای خواب ندارن. اما همونطور که اشاره شد، پروانه رضوانزاده یکی از مخاطبینمون هست که همراه ماست و قراره که گزارشی بده برای شما بینندگان گرامی. با توجه به اینکه پروانه خودش در محل بوده و در امدادرسانی دخالت داشته، قراره که یه مقداری در رابطه با جزئیات کمک رسانی و اصلا وضعیت وخیم در لرستان برای شما توضیحاتی بده. پروانه رضوانزاده، خوش آمدی به این برنامه. درود میگم به همه مخاطبین. بسیار خوب. خب ما قبل از برنامه با پروانه صحبت هم کردیم، خودش هم معتقد بود که همه جا وضعیت وخیمه، ولی خب میخواد گزارشش رو بیشتر روی لرستان متمرکز بکنه. بفرمایید پروانه رضوانزاده.
در رابطه با سیل متاسفانه از اول، یعنی یه مقداری از قبل از عید شروع شده در کل کشور، حالا یه قسمتی پراکندگی بیشتر هستش، ولی در لرستان الان مشکل واقعا بغرند شده، به طوری که بچه ها به زور تونستن توی خرم آباد مستقر بشن و به طرف پل دختر هم دیروز میشه گفتش که مستقر شدن و اینا همه سازمان های مردم نهاد هستن که دارن کار میکنن و ما فکر میکردیم که بشه اینجا هم به هر حال وضعیتی، نمیگم که گلستان وضعیتش بهتر بوده یا حالا بدتر، ولی به صورتی هستش اینجا که متاسفانه پوشش خبری اصلا به این صورت داده نشد که حدود 10 تا روستا تقریبا میشه گفت ناپدید شدن و اصلا پوشش خبری داده نشده در رابطه با این مسئله و الان موزل بزرگی که وجود داره هم راه‌های ارتباطی که با اونجا هست به مشکل خوردن، همین که مشکل غذا بسیار بسیار اونجا بغرنج هستش، یعنی حتی اومدن که بخوان پوشش بهداشت رو هم متمرکز کنن اونجا، الان میبینن که اولویت روی غذا هستش، یعنی حتی غذایی نیست که اینا بخورن، حتی نون، آب، درسته که توی سیل و آب هستن، آبی نیست که اینا استفاده بکنن و الان کاری که دارن میکنن این که بتونن شناسایی بکنن اگر منطقه، چون که به هر حال دهات اون طرفات زیاد هستش، که بتونن اینا رو شناسایی بکنن، اگر فرد زنده رو پیدا کردن اول نجات بدن، چون تیمای شناسایی و کوهنوردی رو فرستادن که بتونن اینا رو شناسایی بکنن و در ضمن دارن از جاهای مختلف به خصوص از تهران داره کمک جمع میشه، حالا چه نقدی چه غیر نقدی، که بفرستن به اونجا و بتونن کمکشون بکنن، ولی متاسفانه پوشش خبری که داده شده با چیزی که اونجا دارن به وضوح یعنی دیده میشه متفاوت هستش و حالا آماری که داره اعلام میشه با آماری که اونجا دیده میشه متفاوت هست و سطح فاجعه بسیار بسیار زیادتر از اون حدی هستش که توی حالا هم حتی فضای مجازی هم حتی پر حالا کانال‌های خبری و حتی رسانه ها رو من کاری ندارم باشون، ولی چیزی که به چشم دارن میبینن اونجا خیلی وضعیت اسفناک هستش و مردم اولین چیزی که الان احتمال داره بمیرن بعد از اینکه سیل جاری شده مسئله گرسنگی هست. بسیار خوب پروانه، روی خط باش، ما یه گزارش کوتاه داریم. سربازی هست که در منطقه از لرستان مراجعه کرده و دقیقا همین آمار رو و گزارش رو داره میده، میگه که اون چیزی که دارن به مردم میگن اون واقعیتی نیست که اتفاق افتاده. اگر موافقت این گزارش کوتاه رو ببینیم از زبان یک سرباز از پل دختر هست، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم اسم این شهر رو، بعد من مراجعه میکنم به پروانه راجع به این که ببینیم حالا افرادی که از نزدیک دارن در واقع کمک رسانی میکنن یا حضور دارن چه توصیه‌ای دارن برای کسایی که میخوان کمک بکنن، برای جمع‌هایی که دارن کمک میکنن، حالا از نظر اقلام یا از نظر مواردی که مورد نیاز هست از طریق این برنامه زنده بتونیم پوشش بدیم. میبینیم و برمیگردیم. این خونه‌هایی که الان میبینید رو پشت اون همه این خونه‌ها آدم بوده، کلی هم خونه همین جایی که من وایسادم بوده، بالاشون هم همه آدم بوده، ولی هیچ هلیکوپتری نبود اینا نجات بده، همه رو هم برده، یعنی با چشم خودشون مردم هم دیگر رو دیدن که داشته آب میبرده ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدم ها نیستن، خدا ها میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچ هم نمیدونه کی مرده است کی زنده است، ولی الان دیگه پر هلیکوپتره، آب هم میبینه دیگه، این آبی که الان میبینه اینقدر ترسناکه دیروز 50 برابر بوده، سر تو ببینی این سر قرار بوده جلو آب بگیره، کسی نیست الان خودشو بگیره. فقط باید اسم یه شهر آقلا باشه، حتما باید شیراز باشیم. ما گناهمون اینه که اسمش بلدختره. شبه خب پروانه، همونطوری که خودت گفتی وضعیت خیلی وخیم هست، واکنش مردم، روحیه مردم در اون منطقه به چه شکلی هست و اگر قرار کمک رسانی انجام بشه فکر میکنیم چه مواردی در اولویت هستن؟
واقعیت الان اگر که حتی هر کسی میخواد کمک بکنه و مایل نیست که کمک مالی بکنه، اقلام غیر نقدی که میتونن کمک بکنن، شیر خشک، خرما، آب معدنی، پتو، چادر و پد بهداشتی برای بانوان هستش و حالا یه سری داروهای پرمصرف مثل استامینوفن، یعنی حالا خانواده مسکن ها، چرک خشک‌کن ها و ORS به خاطر اینکه احتمال داره که بیماری های روده و این مسائل پیش بیاد و یه سری قطره های چشمی، اینها توی اولویت هستن برای اینا و حالا غذاهای کنسروی. بیشتر روی غذا و دارو باید فوکوس بشه و بعد از اون هم البته مورد نیاز این دوستان هستش. بسیار خوب، خسته نباشید. میگم از همین هم به پروانه رضوان‌زاده و هم همه کسایی که امروز دست به دست هم دادن با اتحاد، همبستگی و همدلی، با دست‌های خالی در واقع دارن کمک رسانی میکنن به مناطق سیل زده. خیلی ممنون پروانه رضوان‌زاده، شب خوبی رو برات آرزو میکنم. شب خوش. خب میتونیم ادامه بدیم. نکته‌ای که فکر میکنم که یه جنبندی نیاز داره که باید داشته باشیم، به هر حال ما توی برنامه‌های مختلف هم در رابطه با واکنشی که مردم ایران نسبت به این مسئله نشون دادن صحبت کردیم. اولین بار هم نیست که یه همچین به اصطلاح واکنشی نشون داده میشه، ولی این بار در شرایطی متفاوت تر از دوره‌های گذشته این واکنش رو شاهد هستیم. به علاوه این که مسئله خود جمهوری اسلامی هم به عنوان به اصطلاح علتی که یک سیل یک خب بر ترتیب واقعه طبیعی هست که اتفاق میفته، ولی اینکه تبدیل به یک فاجعه انسانی میشه، زندگی هزاران نفر انسان رو، صدها هزار نفر و میلیون ها نفر انسان رو امکان داره تحت شعاع خودش قرار بده و ما با یک نابودی روبرو هستیم در مناطق مختلف، خب این علتش در یه سطحی به جمهوری اسلامی برمیگرده، در یه سطحی که کره زمین تو موقعیتی است که با توجه به اصطلاح شرایطی که براش ایجاد شده، الان شما می‌بینید که مثلا کنفرانس‌های مختلفی رو هم دارن برگزار می‌کنن توی چند سال گذشته که میگن در حالت قرمز به سر می‌بره موقعیت کره زمین، و خب یه سطح قضیه هم اون مسئله هستش. بلتب نمیخوام بگم که به دلیل اینکه خب حالا مثلا سیستم سرمایه‌داری یه شرایطی به وجود آورده که کره زمین با خطر مواجه شده، این از مثلا جمهوری اسلامی مسئولیت‌هاش و اون نقشی که در نابودی زندگی انسان‌ها داشته من جمله تو همین مسئله سیل کم میکنه. منظورم این نیست، ولی میخوام بگم که یه شرایطی به هر ترتیب فراتر از خود مسئله ایران هست، مربوط کل دنیا هستش که با این مسئله روبرو هستن، با این به اصطلاح خطر روبرو هستن، که برای اونم راه حلی نیست. ما میبینیم که سال به سال دارن هشدارها رو به اصطلاح بیشتر میکنن، میگن به اصطلاح به خطر داریم بیشتر نزدیک میشیم، ولی در رابطه با ایران در حتی ابتدایی ترین سطوح ما میبینیم که جمهوری اسلامی نه تنها اقدامی نمیکنه، اون قسمت هست که وقتی اتفاق افتاده، از قبل از اونم خیلی از به اصطلاح فعالین محیط زیست گفته بودن یه همچین شرایطی به اصطلاح خطری در مقابل بخش های مختلف جامعه ایران وجود داره. در نتیجه میخوام بگم که به عنوان جنبندی ما توی دو تا سطح به نظرم خوبه بررسی بکنیم. یکی مردم دارن خودشون میان نقش ایفا میکنن و دارن میان به هر ترتیب به اصطلاح الان نمونه های مختلفش چه به صورت ویدئویی چه به صورت گزارش های مختلف داره منتشر میشه و دارن میان به عنوان اداره کنندگان جامعه دارن میان نقش ایفا میکنن. اما در این حال یه طرف دیگه قضیه هم این هستش که یقه جمهوری اسلامی رو ول نکردن که حالا چون کاری نمیکنه پس هیچی، فقط خودمون بریم کار بکنیم. اعتراض هم دارن میکنن که به هر ترتیب هیچ، فقط تبلیغاته، این که دولت داره رسیدگی میکنه، حکومت داره رسیدگی میکنه و این چیزا، دارن افشاگری میکنن، میگن که هیچ نقشی ندارن، اصلا حضور ندارن و حضورم که دارن در واقع یا یه شوآف هست
برای اینکه برن بگن که ما حضور پیدا کردیم، که خیلی جالبه مردم با موبایلاشون افشاگری میکنن که اینا در واقع اومدن کاری ندارن، فقط اومدن عکس بگیرن و اینجا مثل روزخونی بکنن. آره، یا اینکه مثلا تیم مداحی میفرستن برای اینکه مداحی بکنن و دست سینه زنی را بندازن، و خیلی جالبه که مردم هم باشون برخورد میکنن. تو همین رابطه هم اتفاقا یک گزارش داریم از سردار سپاه پاکپور که پشت تلفن داره میگه ما جرئت نداریم اینجا پامونو بذاریم، که فیلمش هم منتشر شده، ما هم داریمش. حالا خوبه همین نکته که گفتی جمهوری اسلامی رو هم نباید رها کرد، اینکه حالا مردم دارن این کار انجام میدن، میرن برای کمک رسانی، جمعهایی رو راه انداختن، اینطور نباشه که جمهوری اسلامی حالا دیگه بگه اوکی مردم همه کار میکنن، منم که هیچ کارم و راحت بشینه سر جاش. نه، تمام امکانات، ثروت و منابع جامعه که دستشه باید اونو برای مردم صرف بکنه، اینم باید مد نظر بگیر. ولی کیان یه موردی هم هست، حالا خوبه این ویدیو رو ببینیم بعد راجع به این صحبت بکنیم، که همینطور مصطفی هم نظرشو بگه. این اتفاقی که افتاده، این سیلی که الان افتاده، از یه فاجعه طبیعی فراتر رفته، به موضوع سیاسی در ایران در واقع تبدیل شده. حالا بیایم سر این صحبت کنیم که همین فاجعه که یا بگیم یا فاجعه سیل یا فاجعه جمهوری اسلامی، چجوری اون جنبش سرنگونی طلبی رو در ایران تقویت میکنه. موافق هستی؟ حتما، ببینیم، برگردیم بعد ادامه بس. بس برده جاده ندارن، فقط یه جاده گاز باز شده که کمی میشه رفت آمد کرد، همه چیز هم باز. خیلی در روستان، اغلب روستان جاده هاشون رفته، هیچی نیست، فقط با بالگست یه غذایی برایشون برده میشه اونجا، متوجه هستی؟ برق بعضی جاهایی که آب گرفته تو خونه های قطع کردن، ولی بقیه مولدان، ولی تو روستا ها برق قطعه، همه قطعه، روستا ها همه قطعه، چون اصلا کابلا افتاده، همه کابلا افتاده. مشکلات بسیار مدیریت نیست، هیچ مسئول دولتی دولت نمیکنه بره اونجا، وحشتناکه. خدا شما دستان آسی هست. من خود تا الان فقط تونستم به یه شکل از دستشون در آمیران که اونا هم به ما احترام میذاشتن، آن تو کنند شما پاسدار احترام، ولی بالاخره خیلی ناراحت هم، خیلی عصبانی هم، مردم وضع بسیار عصبانی دارن. اینه من عرض کردم که اونجا این دولتی ها که میان اونجا، شما بگید که اگر گزارشی چی دادن، من الان چون تا الان نمیزه از اونجا آمدن، خیلی تو خود روستا ها، تو شهر بس خیلی خرابه. بسیار خوب. مصطفی، نظر تو در این رابطه چی هست؟ در این بالا رفتن روحیه اعتراضی مردم و اینکه این فاجعه سیل چطور خود جمهوری اسلامی را از نظر سیاسی تضعیف کرده؟ خب من گفتم قبلش، به نظرم فاجعه سیل نشون داد که فاجعه اصلی جمهوری اسلامیه. خب حالا گلوبال وارمینگ و اینا همه سر جای خودش رو نمیدونم راستش، مردم آرزوی یه قطره بارون داشتن، تا اون وقت گفتن خوشسالیه و آرزوی یه قطره بارون داشتن، حالا هم که بارون اومده تبدیل شده به سیل و باز مردم رو نابود کرده. خب همین هم نشون میده که در نتیجه طبیعت داره کار خودشو میکنه، حالا گل بارونی هم سر جای خودشون رو جداگانه میشهش فردا. مسئله ای که توی ایران مطرحه واقعا جمهوری اسلامیه، یعنی سیل اینو به با وضوح جلوی مردم گذاشت و همه دیدن که اگر میخوان واقعا کاری انجام بدن، اگر میخوان این وضعیتی که الان سه زده ها داره بهشون کمکی بشه، اگر قراره که این دیگه تکرار نشه یا به هر حال بدبختی که الان به مردم نازل شده یه مقدار تخفیف پیدا کنه، خب باید یه حکومت دیگه‌ای باشه که این کار رو بکنه. بالاخره حکومت واسه همینه دیگه، واسه اینکه کل جامعه رو توی جهتی پیش ببره. و الان مردم نه فقط دارن اینو به عینه میبینن، با گوش و پوست و خون تجربه میکنن که جمهوری اسلامی باید بره، به نظرم دارن این هم تجربه میکنن، شما هم اشاره کردید بهش، که حکومت مطلوبی که میتونه به این مسائل پاسخ بده از آسمون به زمین نمیفته، و اگر کسی انتظار داره از آسمون به زمین بیفته یا فلان گروه اپوزیسیون از خارج بیاد اینو درست بکنه، خب همچه کسی هم بگم کنم تو ایران باشه، مردم آگاه‌تر از اینه.
مردم دارن میفهمن که باید بیان خودشون اداره امور رو به دست بگیرن. به نظرم واقع سیل به اصطلاح فاجعه سیل مردم رو با دو مسئله حساسی روبرو کرده، یکی اینکه باید جمهوری اسلامی رو سر راه برداشت، یکی اینکه خودمون باید اداره امور رو به دست بگیریم. عجیب نیست، یعنی این که الان دو هفته چقدر از سیل میگذره داریم راجع به این صحبت میکنیم. همون روزهای اول ما تو همین خیابان برنامه داشتیم و خود شما صحبت کردید که چجور هشتک های اومده که سیل دولت را ببرد، یا هشتک های اومده که اداره شورایی دوباره مطرح شده تو فضای میدیای اجتماعی. من نکته اینه که از اون دو هفته پیش که یا چند روز پیش که ما صحبت کردیم تا حالا، تفاوتی که اتفاقی که افتاده اینه که الان وسیعا در بین جامعه رفته، یعنی مردم عادی جامعه با این دو مسئله روبرو هستند. جمهوری اسلامی باید برود، جامعه باید توسط حاکمیت مستقیم خود مردم از طریق شوراهاشون اداره بشه، و اداره شورایی دیگه یک شعار نیست، یک ضرورتی که الان مقابل مردم قرار گرفته. به نظر ما با این وضعیت الان روبرو شدیم بعد از سه. بسیار خوب، فکر میکنم که کیان وقت این بخشمون به پایان رسیده. ما یه مقدار وقت بیشترم دادیم به خاطر عاجل بودن و ترتیب فوریتی این قضیه بیشتر پرداختیم بهش، ولی دیگه فکر کنم باید بگذاریم. البته خیلی به موارد زیادی هست میشه بهش اشاره کرد، در جزئیات میشه بهش پرداخت، ولی خب وقت برنامه این فرصت رو به ما نمیده. ما چون چندین برنامه داشتیم بنده. از زوایای مختلف پرداختیم به این مسئله، از زوایای مختلف پرداختیم. امروز دیگه خواستیم آخرین وضعیت رو در مناطق سیل زده راجبش صحبت بکنیم، اما خب تأکیدی که میشه کرد روی اقلام مورد نیاز هست که دیگه الان خب با توجه به اینکه فعالان در محل هستن، افرادی کمک رسانی میکنن با همین گوشی های موبایل و با همین اطلاعاتی که از طریق تلگرام و شبکه های اجتماعی در اختیار هم میذارن، خب بیشتر باید توجه کرد به این موارد. یک گزارش کوتاه میبینیم از دسترسی، مشکل دسترسی زنان به نوار بهداشتی در مناطق سیل زده، که گزارش تکان دهنده ای هست اگر موافق باشید، و بعد میریم سراغ گزارش بخش دانشجویی در این هفته. بسیار خوب، برمیگردیم به صدای پخش مستقیم. میریم سراغ دانشگاه سنگر آزادی و برابری. مهران کرم علی همراه ما هست. مهران، در رابطه با فعالیت هایی که در کانال تلگرامی دانشگاه سنگر آزادی برابری انجام شده در یک هفته گذشته، برای بینندگان این برنامه یک گزارش کوتاهی رو
بگو اگر لازم باشه به نکات ویژه هم اشاره بکنی حتما این فرصت حتما هست. اول سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز. خب آره، بعد از شروع سال جدید نوروز دیدیم که با اون اتفاقات ناگواری که اومد، سیل و بسیاری از اتفاقاتی که داریم در موردش هم اتفاق صحبت میکنیم، خب کانال دانشگاه سنگر آزادی و برابری هم به این مسائل پرداخت و خیلی هم مسائل رو پوشش داد. یکی از این مباحثی که ما در کانال منتشر کردیم بحث یک اطلاعیه بود در خصوص فعالیت فعالین دانشجویی و این تشکل جمعی از دانشجوها بودن که به مناطق سیل زده رفتن و گزارش‌های اونجا تهیه می‌کردن و مخصوصا در مورد اون کالاهای مورد نیازی که باید تهیه می‌شد اونجا بودن و این گزارش‌ها رو می‌دادن و فعالیت‌هایی که شکل می‌گرفت برای کمک رسانی بیشتر و بیشتر به اون مناطق. و یک اطلاع دیگه در خصوص اعلام آمادگی دانشگاهی که در سطح کشور اعلام کردن، خب مشخصا دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه که مثلا این اقلامو میگرفت و این کمک رسانی ها رو انجام میداد. اما یک سری از فعالین بودن که بعد از در واقع وقوع این سیل در اون مناطق بودن، مثلا برای مثال امیر چمنی بود که تو این مدت اونجا بود و به هر حال اون فعالیت هایی که اونجا انجام میدادن و گزارش هایی رو که به هر حال میفرستادن. یکی از مباحثی که ما در کانال بهش پرداختیم و اون رو بهش اشاره کردیم، نامه ای بود که امیر چمنی به همسر خودش در واقع ارسال کرد که به یک سری نکات توی نامه در واقع اشاره کرده بود و عنوان کرده بود از وضعیت بسیار وخیم منطقه و همین که اینطور یاد کرده بود که این همه قارت و چپاول و گرسنگی و بیکاری و و خیلی هم مسائل دیگه بس نبود و این سیل در ساز انسان هم به اون اضافه شد. خیلی جالبه که توی من اون نامه امیر چمنی به همسرش رو خوندم، در واقع داره گزارشی از وضعیت وخیم رو در قالب نامه به همسرش اعلام میکنه. دقیقا هم اشاراتی به وضعیت وخیم اون منطقه داره و همین که دست روی سیستم گذاشته که و میگه چقدر در واقع به این مسائل اشاره داره. خب توصیه میکنم که بینندگان اگه میتونم به کانال دانشگاه برن و این نامه رو حتما بخونم. اطلاعیه ها هم حتما توی کانال هستش. این مباحثی که ما بهشون اشاره میکنیم کاملش رو میتونن در کانال دنبال کنن و ببینن. مبحث دیگه ای که ما بهش پرداختیم همون بحث شوراهای مردمی بودش که بعد از وقوع این سیل چقدر فعالین در شبکه‌های اجتماعی و به غیر از فعالین خب معلومه در جامعه در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن، واکنششون نشون دادن و خواستار همین شوراهای مردمی و تأثیر و اثرگذاریش توی این در واقع حل فصل این بحرانایی که مردم توش گیر کردن چقدر تاکید داشتن که ما هم در همین راستا در کانال دانشگاه سنگر آزادی برابری به همین موضوعات پرداختیم و مطالبی رو در همین راستا منتشر کردیم که تأکید داشتیم بر شوراهای مردمی، چرا که خب مبحث در کل میشه اینطور عنوان کردش که این کلیت این مبحثی بود که این در واقع در هر شرایطی خود مردم بودن که در از هر گوشه کناری بدون چشم داشت و بدون هیچ در واقع منفعتی می اومدن و با اون جوهره انسانیشون بدون اینکه اصلا امکاناتی داشته باشن و حاضر شدن در صحنه و دیدیم و صحنه‌هاش هم بسیار زیاده میشه دید که چطور به کمک همدیگه می اومدن نسبت به هر منطقه. خب همچنین مطالبی رو که در کانال دانشگاه سنگر آزادی ما منتشر کردیم که علیه این شوراهای مردمی، سرکوب‌هایی که برای شوراهای مردمی در کل بعد از انقلاب شکل گرفت، ما به این موضوعات خیلی پرداختیم. خب بینندگان عزیزم میتونن که کلن مطالبی که الان ذکر کردیم و در کانال دانشگاه سنگر آزادی برابری با شناسه @ ایران مشاهده کنم و در واقع اگه انتقاد، پیشنهاد و یا موضوعاتی که مد نظرشونه میتونم به پیامگیر تلگرامی @sjk تماس ارسال کنم. همچنین از طریق همین پیامگیر تلگرامی میتونن برای عضویت و فعالیت در بخش دانشجویی در طول شبانه روز با ما در ارتباط باشن. این گزارشی بود که از این هفته که گذشت که حول خیلی در مورد
سیل و شوراهای مردمی که بحثش خیلی زیاد شده در همین راستا بهش پرداخته شده. بله، خب خارج از انتظار نیست که در واقع به هر حال دانشگاه، جنبش دانشجویی، دانشجویان و طیف‌های دیگه جامعه به مسئله سیل بپردازن، چون امروز دیگه این فاجعه‌ای که همه جای ایران رو برداشته، همه عرصه ها رو و همه طیف ها رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. خسته نباشید میگم بهتون، هم به تو و هم به دیگر گردانندگان کانال تلگرام دانشگاه سنگر آزادی و برابری. یه گزارش کوتاه آماده کردن یا نه، یه استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم برنامه رو ادامه بدیم. شروع کن با شکیان. اوکی، میایم موضوع بعدی برنامه‌مون. ما تصمیم گرفتیم که از این هفته یه مقدار تولیداتی که داخل ایران انجام میگیره در سطوح مختلف رو توی این برنامه منعکس بکنیم که فعالین به هر ترتیب تولیداتشون در به صورت کتبی تصویری چی هستش. این هفته یک نشریه ای رو انتخاب کردیم، حالا سعی میکنیم اگر وقت اجازه بده در هر برنامه به یکی از نشریات بپردازیم که به هر حال در دانشگاه یا خارج از دانشگاه توسط فعالین چپ اجتماعی مثلا تهیه میشه، موضوعاتی که در اونش بحث میشه رو مورد بررسی قرار بدیم. توی این برنامه به عنوان اولین برنامه نمیخوایم وارد مضمون به اصطلاح جزء به جزء در واقع میخوایم یک معرفی بکنیم که نشریاتی که داره تولید میشه چه سمت و سویی گرفته، چه خط و خطوطی گرفته و چه مواردی رو بهش میپردازه. دقیقاً با توجه به اینکه توی اسفند ماه 17 اسفند 8 مارس هست، روز جهانی زن، تعدادی از نشریاتی که منتشر شد ویژه نامه هایی بودن در رابطه با روز جهانی زن، موقعیت جنبش نوین رهای زن در ایران، اون رویکردها و عرصه هایی که جدل های اصلیش رو در بر میگیره. فقط اینا نبودن، پادکست هایی که مثلا تولید شدن و کارهای مختلفی، تئاتر خیابونی و خیلی چیزهای دیگه. میگم ما سعی میکنیم که از این به بعد توی برنامه خیابان سطوح مختلفی از این فعالیت ها رو بهش بپردازیم، رادیوهای اینترنتی، پادکست‌ها رو معرفی بکنیم، چیزایی که به نظرم به ترتیب حالا یا جای نقد دارن یا پیشرو هستند و مثلا قابل دفاع هستند رو بهش بپردازیم. توی این برنامه نشریه ماه اسفند رو که ویژه نامه 8 مارس هست، ویژه نامه به اصطلاح همونطور که گفتم موقعیت جنبش نوین رهای زن و با رویکرد به اصطلاح مبارزه علیه حجاب اجباری هستش، مبارزه علیه حجاب هستش رو که کاری هستش از جمعی از فعالین دانشجویی انجام گرفته بهش میخواییم بپردازیم که یک ویژه نامه کار شده هم هست در سطوح مختلفی به اصطلاح عرصه هایی که به هر حال الان جدال اصلی رو تعریف میشه کرد اونها هستند با جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته میاد مورد بررسی قرار میده. حتی فراتر از اون به یک مثلا گذری هم به دوران قبل از جمهوری اسلامی میزنه که به هر حال تاریخچه این مسئله به چه صورتی بوده و چرا. خب این خود در خود چپ یک بحث بوده که البته این بحث رو ما بردیم عملا و سیاسی، ما این بحث رو بردیم چرا برترتیب
اون جنبه هایی از مبارزاتی که در رابطه با مثلا جنبش زنان هست، مثل حق تصمیم گیری برای پوشش، حق تصمیم گیری بر بدن، اینکه به هر ترتیب جدال هایی که با جمهوری اسلامی وجود داره، چرا مسئله بر سر مبارزه با حجاب و اجباری و تحمیلی بودن این پدیده توی قوانین و فرهنگ جمهوری اسلامی و اینکه داره 14 از تحمیل میکنه، چرا یکی از عرصه های مهم این مبارزه هستش. به هر حال اگر بخوام خلاصه بگم، توی این نشریه به این نوع روی کردار مورد بررسی قرار داده. من فکر کنم دیگه برای معرفی زیاد هم بود. حالا شیرین جان تو چی فکر میکنی وقتی که این نشریه رو دیدیم؟ چطور بررسیش کردی؟ به نظر من که خیلی جالب بود این نشریه که به اسم اسفند منتشر شده. یه ویژه نامش که فکر کنم اولین نسخش هست، یعنی اولین ویژه نامهای قبلیش به اصطلاح موضوعی هستند. بلد. یعنی در رابطه با مثلا فرضاً ضرورت ایجاد نهادهای مستقل برای به اصطلاح جنبش زنان هست که یک تک موضوع رو گرفته و مورد بحث قرار میده و از اونم از مثلا 8 مارس 57 تا الان بررسی. نه منظورم اینه که این شماره اولش هست یا اینکه قراره به صورت ویژه نامه های این چنینی منتشر، چون می نوشه اول اسفند. حالا من تصورم این بود که ویژه نامه است یا اینکه قراره هر هفته منتشر بشه. نه نه هر هفته نیست، احتمالاً باید فصلنامه یا گاهنامه باشه، به خاطر اینکه شماره های قبلی به اصطلاح تیمی که روی این مسئله کار کرده این هستش که قبلا تک موضوعی فقط یک مسئله رو توی مثلا یک نشریه مثلا 10 صفحه بهش میپرداخت و این چنین منتشر میشد. خیلی به اصطلاح البته اینم تک موضوعیه. آره همین رو میخواستم بگم، برام خیلی جالب بود که تمام این نشریه که حدود 95 صفحه هست به موضوع حجاب اجباری پرداخته و اصلا روی جلدش هم نوشته دقیقاً و روش هم نوشته ویژه‌نامه حجاب اجباری. از این منظر خیلی جالب بود و مطالبی هم که منتشر کرده، مثلا یه تیتری آورده یک تکه پارچه کل تاریخ پشتشه، همون طیفی که میگن حالا یه تکه پارچه است دیگه، حجاب که چیزی نیست، که مثلا هم از چپا این حرفا رو میزنن، طیفی از چپ معمولا چپ سنتی، هم طیفی از راست ها که مثلا اگر بخوان نقد بکنم میگن یه تیکه پارچه است، حالا زنان مسائل دیگه ای دارن که بهش پرداخته. از این لحاظ جالب بود که در آستانه 8 مارس و در 40مین سالگرد شروع مبارزات زنان علیه حجاب اجباری که در واقع همون 8 مارس 57 بود، یه همچین نشریه‌ای میاد بیرون و مفصل به این مسئله میپردازه و خیلی جالبه که گرایشات مختلف رو نقد میکنه، هم اون گرایش راست رو، راست پرو غرب رو داره نقد میکنه، هم چپ سنتی رو نقد میکنه، ملی اسلامی هم که سر جای خودشون هستن. از این لحاظ خب ارزیابی که من دارم فکر میکنم که اون شرایطی که تو جامعه حاکم هست، دست بالا گرفتن کمونیسم، دست بالا گرفتن به هر حال اون گرایشی از کمونیسم رادیکال انقلابی که مسئله زن مهم هست، موقعیت، منزلت، حقوق زن مهم هست، اون دست بالا پیدا کرده در جامعه و به خاطر همین تأثیر خودش رو به هر حال روی دانشگاه و جنبش دانشجویی میذاره. از این لحاظ خیلی مهمه، مخصوصا اینکه بیان روی حجاب اجباری یک همچین نشریه ای رو منتشر بکنن، نشون میده جامعه چقدر رادیکالیزه شده. کما اینکه به نظر خود من شاید یه مقدار دیرم بود اصلا دانشگاه به این مسئله بپردازه، چیزی که تو جامعه سالهاست داره براش مبارزه میشه، تو جامعه زنان دارن سینه به سینه گشت ارشاد مبارزه میکنن، یه مقداری درسته الان خب خیلی رادیکالیزه شده جامعه و دانشگاه، ولی به نظر من دیر پرداخته شد به مسئله حجاب اجباری و مبارزه زنان، مبارزه تنگاتنگ زنان با قوانین اسلامی و حجاب اجباری. اینو اشاره بکنم که به هر ترتیب دستندرکاران این نشریه چپ اجتماعی که ما اسمشون میذاریم، حتی بعضیاشون فرادانشگاه، یعنی فعالین دانشجویی نیستن،
خارج از دانشگاه هستند ولی فعالین دانشجوی هم جزشون هستند. به هر ترتیب حالا دوست دارم نظر مصطفی هم در این رابطه جویا بشیم بپرسیم که مصطفی جان تو چی فکر میکنی در رابطه با این نشریه؟ من البته این نشریه رو یه نگاه سریع انداختم و هنوز فرصتی نداشتم که بشینم بخونم. همون قدری که نگاه کردم خیلی علاقمند شدم که بشینم به دقت بخونم ببینم بحثاشون چیه و تا اینجایی که دست آمد نشریه بسیار رادیکالیه علیه حجاب، همونطور که خودت گفتی و شیرین هم اشاره کرد علیه حجاب اجباری هست و یک موضع رادیکال رو در این رابطه پیش میبره و به شدت از دختران خیابان انقلاب دفاع میکنه و حرکت اونا رو یک مرحله جدید، یک فاز جدیدی در جنبش رهایی زن تو ایران میدونه و اینها. ولی با این وصف من هنوز دوست دارم که دقیق بخونم تا بتونم به دقت سر خود این نشریه اظهار نظر بکنم. ولی حالا اگر خود نشریه رو بذاریم کنار، نفس این که یه همچه نشریه رادیکالی در میاد و به صراحت علیه حجاب اجباری داره حرف میزنه اینا به نظر من جالبه، جالب توجهه. و حالا نکته شیرین گفت که شاید دانشگاه باید زودتر هم میومد سر این قضیه صحبت میکرد. حالا میگم این نشریه دانشجوی فراتر از دانشگاه است، این مهم نیست. نکته هم در رابطه با صحبت شیرین هست که به نظر من حجاب واسه جمهوری اسلامی خیلی تعیین کننده و به قول خودشون ناموسیه و این که الان یه نشریه حالا چه دانشگاهی چه فراتر از دانشگاه داره به صراحت و به طور علنی علیه حجاب مقاله می‌نویسه و علیه حجاب اجباری و نقدش میکنه، اونم از یه موضع رادیکالی، صرف این که این قضیه داره اتفاق میفته به نظر من یه توازن قوایی رو داره نشون میده. توازن قوا نه فقط بر سر حجاب، توازن قوا در جامعه، بر سر کلن توازن قوا بین مردم و حکومت، چون حجاب رکن رکین جمهوری اسلامی بوده و هست و الان وقتی سر این رکن میشه اینجوری رادیکال حرف زد نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی در موقعیت تضعیف شده قرار داره در مقابل جامعه و چقدر جامعه جلو اومده. به نظرم این یه شاخص دیگه ای هست، همونطور که راجع به سیل هم داشتیم صحبت میکردیم که خود سیل بلا واسطه مسئله بود و نبود جمهوری اسلامی رو گذاشته جلو و یه توازن قوای جدیدی تو جامعه داره نشون میده. این نشریه هم و به نظرم این اظهار نظر صریح و رادیکال علیه حجاب اجباری به من داره اینو میگه که اوضاع جامعه ایران خیلی فرق کرده و کاملا توازن قوا به زیان جمهوری اسلامی و به نفع مردم به هم ریخته. به نظرم این نکته‌ای که فعالین چپ اجتماعی باید توجه بکنن بهش و روش سوار بشن، یعنی این تغییر توازن قوا نکته خیلی کلیدی هست که کل فعالیت‌ها، ابعادش، نحوه سازماندهی، همه اینا تاثیر می‌ذاره که الان خودش بحث جداگانه‌ایه. در هر حال خیلی خلاصه بخوام بگم این نشریه با این رادیکالیسم علیه حجاب اجباری نشون میده که مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی خیلی جلو رفته. مصطفی، نکته ای که من میخوام اضافه بکنم این هست که یعنی در رابطه با صحبت هایی که شیرین و تو انجام دادین، این فاکتور مهمیه که اساساً توازن قوا بین جامعه و مردم، بخش عظیمی از مردم و جمهوری اسلامی کاملا مشهوده که تغییر کرده و پیشروی داشته، هم جنبش سرنگونی، مبارزات مردم ایران. ولی یه فاکتور به نظر من تعیین کننده تری توی این مسئله وجود داره که رو همین جنبش سرنگونی، رو همین توازن قوا تأثیر داشته و اساسا توی خود جنبش چپ به نظر من تأثیر مستقیم داشته. میتونست توازن قوا تغییر کنه و فضای یه مقدار مثلا پیشروی جامعه رو داشته باشیم، ولی یه چپی بیاد صحبت بکنه که به هر ترتیب در رابطه با مثلا جنبش زنان بیاد یه صحبت‌های دیگه ای بکنه، بیاد یه حرفای دیگه ای رو بزنه. ولی این که امروز ما میبینیم که مثلا اساساً مثلا دختران خیابان انقلاب، مبارزه علیه حجاب اجباری، میگم اینجوری داره مطرح میشه و موقعیت مبارزات زنان در ایران داره به این صورت مطرح میشه، نکته اینه که به هر حال یک هم جنگ نظری و سیاسی رو یک
ورژنی از چپ برنده شده از نظر سیاسی و از نظر مثلا تئوریک برنده شده، که الان این نوع گفتمان حتی از طرف فعالین چپ اجتماعی که خودشون برآیند این وضعیت هستن داره مطرح میشه. به نظر من این نکته هم نکته مهمی هستش که تو خود جنبش چپ اتفاق افتاده. شما اینو داخل جنبش کارگری میبینید این برآیند رو، تو جنبش زنان امروز دارید میبینید که فعالین چپ اجتماعی، فعالینی که خودشون رو مثلا کمونیست، مارکسیست و چپ میدونن، دارن با این نوع نقد صحبت میکنن و این ارزیابی رو از برترتیب مثلا مبارزه طبقاتی و حالا در موضوع بحثمون جنبش زنان است دارن ارائه میدن. به نظر من این فاکتور هم فاکتور مهمی هستش که باید بهش توجه بکنیم. تو دل این قضایه خواستم به این مثلا بپردازم. اما با توجه به وقتی که داریم، گفتم این برنامه نمیخوایم وارد مضمون این نشریه بشیم و به اصطلاح صحبت بکنیم در رابطه با اینکه حالا چه نکاتی توش گفته شده. من فکر میکنم تا همین مقدار کافی باشه برای این برنامه. سعی میکنیم در برنامه های بعدی مفصل تر بپردازیم، چون مثلا توی همین نشریه به نکات جالبی اشاره شده، مثلا در مورد دختران خیابان انقلاب که حالا یه گرایش هایی میگن دختران خیابان انقلاب شکست خوردن، یه گرایشی میگه نه شکست نخوردن، مثلا اومده اینها رو خیلی با جزئیات یه گرایش جالب... دیگه هم یه که اصلا به رسمیت نمیشناسه، به ما رفتی نداره به عنوان آره دقیقا. خب بعد همین تأثیر خود دختران خیابان انقلاب، اون موج علیه حجاب به هر حال روی یک همچین فعالین، اینا رو همه رو میشه خیلی مفصل تر بررسی قرار داد. ولی ما خواستیم به هر حال یه بازگشایی باشه، یه بخش جدیدی افتتاحیه‌ای داشته باشیم در برنامه آره. خیابان خیلی هم خوب آره. بسیارم حالا میگم پادکست معرفی خواهیم کرد، نشریه معرفی خواهیم کرد، کارهای مختلفی که انجام میشه رو برحال... ولی من اون نکته ای رو که گفتم یه مقدار دیر اقدام شد، نه که از ارزشش بخوام کم بکنم که الان این مصطفی اشاره کرد که به صرف این که الان منتشر میشه یه همچین نشریه‌ای خودش جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه و تضعیف میکنه، منم کاملا با این موافقم، ولی از این که گفتم دیر پرداخته شد در دانشگاه و جنبش دانشجویی به مسئله و موقعیت زن، هنوزم روی این معتقد هستم تک و توک موردی پرداخته میشد در طول مثلا همین 10-15 سال گذشته، ولی الان با یک جدیت ویژه‌ای داره به مسئله زن پرداخته میشه، حجاب اجباری، تابوهای زن، مثلا یه نشریه‌ای بود در مورد پریود زنان نوشته شده بود همین چند وقت پیش که یه درگیری هم توی دانشگاه ایجاد شده بود. من فکر میکنم که یه بخشش حالا اون بحث‌های ایدئولوژیک و نظری بین گرایشات مختلف چپ که کمونیسم الان اون کمونیسم رادیکال و انقلابی و مدرنی که ما همیشه ازش صحبت میکنیم دست بالا پیدا کرده، جنبش زنان و مبارزات زنان هم خیلی تأثیر داشته برای اینکه به هر حال جنبش دانشجویی رنگ زنانه تری به خودش بگیره. به نظر من اینو میشه هم توی تجمعات 16 آذر دید، توی تئاترایی که برگزار کردن به مسئله زن به صورت ویژه پرداختن، تا اینکه 8 مارس امسال واقعا این نوع نگاه دانشجویان به 8 مارس، حالا یه بخشش نشریات هست، یه بخشش هم که تو اشاره کردی پادکست هست و خیلی اقدامات دقیقاً فعالیت‌های خیابانی که انجام دادن، اقداماتی که انجام دادن، نوع نگاهشون اصلا به زنان، به جنبش نوین رهایی زن خیلی ویژه بود نسبت به سال‌های گذشته. خب من یک خبر جدید رو باید بگم، ما وقت برنامه‌مون تمام شده، سه موضوع رو نمیتونیم اصلا بهش بپردازیم. جدی؟ آره، تنها بخشی که به عنوان اختتامیه برنامه‌مون هست گزارشی هستش که به اصطلاح از کارکرد انقلاب زنان در هفته گذشته هست، به اون رو پخش خواهیم کرد. بله. یکی از فعالین انقلاب زنان سمن فرهزاد تهیه کرده که اون رو پخش خواهیم کرد و برنامه رو بعد از اون تمام خواهیم کرد. ابتدا یک افکت با هم ببینیم، بعد میریم سراغ گزارش سمن. بسیار خوب.
سلام میکنم خدمت شما شیرین، کیان، مصطفی و همینطور بینندگان محترم برنامه خیابان. با گزارشی از عملکرد کانال تلگرامی انقلاب زنانه در هفته که گذشت در خدمتون هستم. در هفته که گذشت متاسفانه ما شاهد وقایع بسیار ناگواری بودیم و سیلی که بیشتر مناطق کشورمون رو درگیر کرد و ما تمرکز اصلیمون رو در هفته گذشته به آسیب هایی که از این فاجعه در واقع به مردم، به جامعه و خصوصا زنان وارد شده پرداختیم و نقش جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی این فجایع به اون پرداختیم و به طور مثال اینکه زنان در همچین شرایطی چه آسیب‌هایی می‌بینن، به تو مثلا زنانی که در دوران بارداری هستن، در دوران قاعدگی هستن و یا زنانی که در مرحله شیردهی هستن در زمان این بحران‌ها چه آسیب‌هایی ممکنه ببینن و یا بهداشت روان اونا چطوری میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و به طور کلی اینکه چرا ما میگیم زنان در همچین اتفاقاتی متحمل آسیب‌های بیشتری هستند. در این رابطه موضوع بعدی که در انقلاب زنانه ما بهش پرداختیم موضوع اداره شورایی بود و اینکه ما عملا دیدیم در این بحران اخیر جمهوری اسلامی هیچ نقش مؤثری در واقع در مدیریت این بحران نداشت و در عوض ما نقش فعالین و دانشجویان رو دیدیم که از طریق تشکل‌های مردمی و با اتحاد و همبستگی و همکاری با همدیگه و از طریق کمک‌های مردمی چقدر بهتر از جمهوری اسلامی تونستن این بحران رو مدیریت کنن و کمک رسانی خودشون رو به آسیب دیدگان این فاجعه برسونن. بحث بعدی در کانال تلگرامی انقلاب زنانه بحث هزینه‌های بسیار زیادی بود که جمهوری اسلامی تحت عنوان طرح‌های مختلفی که برای حجاب اجباری در جامعه مطرح میکنه این هزینه های بسیار زیاد رو میده. به طور مثال برای یک طرح 8 میلیارد و 400 میلیون تومان به صدا و سیما داده برای اینی که طرح حجاب اجباری رو بخواد در جامعه گسترش بده، یا شهرداری ها مبلغ 20 میلیارد تومان رو اختصاص دادن برای همین طرح حجاب اجباری، که ما به این پرداختیم که اگر این هزینه های بسیار زیاد که برای اینجور کارها در نظر میگیرن صرف در واقع صرف مسائلی مثل مدیریت در همین بحران ها و یا مدرسه سازی، احداث بیمارستان و سایر خدمات اجتماعی بشه، مردم میتونن زندگی خیلی بهتری داشته باشن و عملا میتونن از یک رفاه اجتماعی بسیار بالاتری اونطوری که شایسته اونها هستش برخوردار بشن. بحث بعدی که ما توی انقلاب زنانه بهش پرداختیم بحث عادی سازی خشونت علیه زنان هستش، که چطور جمهوری اسلامی سعی میکنه به طور مثال در صدا و سیما این بحث خشونت علیه زنان رو برای جامعه و مردم عادی نشون بده و در واقع در مورد این بحث ما نقش حکومت رو در علیه خشونت علیه زنان نشون دادیم، در موردش بهش پرداختیم و همینطور نقش فعالین و تشکل‌های مردم نهاد رو برای مقابله با خشونت علیه زنان و همینطور راهکارهایی که در این رابطه برای خشونت‌های خانگی وجود داره ما به این مباحث پرداختیم. و یکی دیگه از بحث‌های بسیار مهمی که توی هفته گذشته ما در کانال تلگرامی انقلاب زنانه مورد بررسی قرار دادیم این بود در مورد صحبت‌های معصومه ابتکار بود. همونطوری که خودتون میدونید ایشون با مصاحبه‌ای که با تلویزیون الجزیره داشتن گفتن که زنان ایرانی از قانون پوشش تبعیت میکنن چون به اون اعتقاد دارن.
در حالی که ما واکنش های بسیار گسترده در این زمینه داشتیم، بسیار تعداد زیادی از کسانی که ما رو دنبال میکنن و با ما در ارتباط هستن و مخاطبین ما هستن بسیار اعتراض کردن به این موضوع که ما بخشی از این اعتراضات رو در کانالمون منعکس کردیم. و اینکه میخوام در آخر بگم که تمامی این مقالات در کانال تلگرامی انقلاب زنانه موجود هست، شما میتونید مراجعه کنید به کانال ما و کانال ما رو به دوستانتون و تمامی زنان و تمامی کسانی که دغدغه رهایی زنان رو دارن معرفی کنید. برای عضویت و فعالیت با کانال تلگرامی انقلاب زنانه شما میتونید با پیامگیر تلگرامی SJK تماس برقرار کنید تا دوستان ما شما رو بهتر راهنمایی کنند. سمن فرحزاد هستم، آرزوی لحظات خوشی رو برای شما و بینندگان محترمتون دارم. در پاسخ به معصومه ابتکار میخوام بگم که اکثریت زنان به حجاب اعتقادی ندارن و از اون تبعیت نمی کنن. این جمهوری اسلامیه که با اجبار حجاب رو برای اونها در نظر گرفته و اگر کسی نخواد حجاب داشته باشه و رو به اون اعتراض کنه با گشت ارشاد مامورای نیروی انتظامی، تحقیقات و توهین حکومت مواجه میشه. ما زنها اگه به حجاب اعتقاد داشتیم سالانه صدها هزار نفر از ما رو بازداشت نمی کردن. اگه از اون تبعیت میکردیم دختران خیابون انقلاب وجود نداشتش. یا اگه حجابی اصول پایه اعتقادی ما بودش، برای چی باید هر روز توی سطح شهر این همه گشت ارشاد وجود داشته باشه و زنها رو دستگیر کنه؟ من به عنوان یه زن دوبار به خاطر حجاب دستگیر شدم و مورد شکنجه روحی روانی بدی قرار گرفتم که به من میگفتن که اگر کسی نیاد و برات لباس مناسب نیاره، مدارکت رو تحویل نده، شما امشب داخل بازداشتگاه میمونی، فردا میری دادگاه و جرم 6 ماه زندانی، 2 تا 5 میلیون جریمه نقدی و 80 ضرب شلاق. جوری از جرم صحبت میکنید انگار قتل صورت گرفته. من به عنوان زن یه آدم عادی که چادر به سرش داشته رو میدیدم ترس داشتم، مامور میدیدم وحشت میکردم. پلیس باید مایه آرامش و امنیت باشه، نه مایه ناامنی. اما در ایران مایه ناامنی هستش و به خصوص تجاوز به حریم زنان. در جواب خانم معصومه ابتکار که میگه زنها همه حجاب رو پذیرفتن، باید بگم خانم معصومه ابتکار، ما حجاب رو نپذیرفتیم. ما زنها حکومت اسلامی و قوانین اون رو به هیچ عنوان نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت. وقتی داری در مورد انتخابات صحبت میکنی، چرا در مورد اون میلیون ها نفری که شرکت نکردن و با عدم حضورشون مخالفت خودشون رو علناً با جمهوری اسلامی بیان کردن صحبت نمیکنی؟ انتخابات یک شوی تبلیغاتی هستش در جمهوری اسلامی ایران. شما میگید که حجاب اجباری نیست، پس اون گشتای ارشادی که تو خیابون هستن و زنها رو دارن میگیرن چی هستن؟ تو یک شهر فقط در تو 2 ماه 188 هزار نفر زن رو دستگیر کردن، در طی یک هفته 4100 نفر رو دستگیر کردن. پس اینها چی هستن؟ من به عنوان یک زن تو کشور خودم نمیتونم با آرامش را برم. چرا؟ چون یک دفعه گشت ارشاد منو گرفته به خاطر اینکه آستین مانتو کوتاه برده، منو برده وزرا، یک کارتکس داده دست من، مثل یک قاتل، مثل یک مجرم که یه جرم خیلی سنگینی رو مرتکب شده، از من عکس گرفته و اون سابقه کرده برای من. پلیس راهنمایی رانندگی در حال رانندگی کردن ماشین منو گرفته، ماشین من یک هفته خوابونده. چرا؟ به جرم بدحجابی. پس شما هستید که دارید این حجاب رو به مردم تحمیل میکنید، چون که یک وسیله هستش و یه ابزاری برای سرکوبی زنان در جمهوری اسلامی. شیوا کاظم‌زاده. در جواب خانم